تازه خیلی از قهرمانان در این سن میان شکوفا میشن، اما صادق گودرزی ما در آغاز در واقع شکوفایی خیلی ها در واقع با کشتی وداع میکنه. صادق گودرزی، موشک زمینی. صادق گودرزی متولد 1366 در ملایر همدان، آزادکار ایرانی تو وزن 74 کیلوگرم بود. پدر و پدر بزرگ هر دو کشتیگیر بودند. صادق گودرزی 1 طلای بازی‌های آسیایی، 2 طلای قهرمانی آسیا، 1 برنز و 2 نقره قهرمانی جهان و 1 نقره المپیک را کسب کرده. یکی از مربیان او پژمان درستکار بود. خودش میگه اولین دوبنده رو آقای علیرضا رضایی منش که یه دوبنده آبی کوچیک خوشگل بود از مسابقات بین المللی برام آورده بود که هنوزم اونو دارم. جهانی 2009 دانمارک. گودرزی با شکست کشتیگیران مجارستان، قزاقستان و کره جنوبی به نیمه نهایی رفت. تو نیمه نهایی مقابل دنیس آرگوش روس شکست خورد. صادق تو رده بندی کشتیگیر بلاروس رو شکست داد و برنزی شد. تو این وزن سارگوش اول و چامسول وارایف از آذربایجان دوم شد. جهانی 2010 روسیه. صادق با شکست کشتیگیران ارمنستان، قزاقستان و اوکراین به نیمه نهایی رفت. اون تو نیمه نهایی ایوان فوندورا از کوبا رو شکست داد و فینالیست شد. گودرزی تو فینال مقابل سارگوش شکست خورد و نقره‌ای شد. جهانی 2011 ترکیه. صادق با شکست کشتیگیران مولداوی، بلاروس، گرجستان و شاپیف از قزاقستان فینالیست شد. گودرزی بیش از 4 بار این کشتیگیر رو شکست داده. اون تو فینال مقابل جردن باروس توی 2 تایم 3-2 و 4-1 شکست خورد و نقره‌ای شد. جردن تو این مسابقات سارگوش رو شکست داده بود. المپیک 2012 لندن. گودرزی تو مسابقه اولش ترزیف، دارنده برنز المپیک 2008 از بلغارستان رو شکست داد. کشتی رو که همینک مشاهده می‌فرمایید مربوط هست به مبارزه صادق گودرزی که حالا یک زیره یک تن رو تبدیل به دوخم می‌کنه و موفق میشه. او برای رسیدن به دیدار فینال ببینیم چقدر زیبا سر زیر بغل میکنه و حریف رو در خاک خودش دستان خودش دفته جور کرده. میتونه سیتیل بارانداز رو اجرا بکنه. این کار رو به خوبی اجرا میکنه. یک بار برای مرتبه دوم هم این کار رو اجرا میکنه. 2-2 امتیاز دوم رو آغاز میکنند. یک زیرو از مچ پاترزیف میگیره. دست رو در کنده میبره. چقدر قدرتمندانه این حرکت رو. حالا زیرگیری رو انجام میده. یک هم تبدیل به دوخم میکنه، سرگردن خودش رو باید بالا بیاره، اما دوخم رو مال خود میکنه، با سرزیر بغل حالا به پشت حریف میره و یک بار انداز رو در منطقه قرمز دوشه. صادق گودرزی موفق میشه نفر سوم المپیک 2008 ترزیف از بلغارستان رو شکست بده.
دور بعد سوسلان تیگیف نایب قهرمان المپیک 2008 از ازبکستان رو شکست داد. سر بغل سر تبدیل کنه به دو خم که کار ندارد به دنبال اون یا سر بغل چاشنی کارشمون یا برانداز همه را اجرا میکنه. تیگیف با تش رو بر همچنان در سرشاخ این که نتونه هر دیگر موچ با اقدام میکنه سستم تیگیف و خاک میکنه کشتیگیر ما رو دفاع مطلق کشتی رو بسته و اداره میکنه. خواستم سجد بغل خودش این بار دفاع میرسه و مصفق میشه خواهد کنه حریف خودش ها یه امتیاز دلچسپ و شیرین تمام میشه بعد و دوان اصلا دست رو به عنوان فرد پیروز بالا میبره. تبریک میگیم احمدانان عزیزمون. صادق تو نیمه نهایی قابور هاتوش از مجارستان رو شکست داد و فینالیست شد. برای زیگر اقدام میکنه یا زیگر یه سمت صادق بود از ایمان مصفق میشه در پیرون از تشگر رو خواهد کنه در یه حمله انفجاری کرده زیوف رو در تو بازی دیگه اقدام میکنه یک بار دیگه زیر های بی نقص خودش تبدیل میکنه به مچپا با چشنه سر بغل خاک میکنه حریف صادق گودرزی فتورانه استادانه هاتوش داره نمیداره بازی دیگه اقدام میکنه یک بار دیگه جاش دیگه خام از صادق گودرزی و ما همه رو تسلیم میکنن و همه رو تشویق میکنن در جایگاه کوچ در کنار رزر آقای لایق نشسته بازی دیگه اقدام میکنه یک بار دیگه و موفق میشه او رو به بیرون از تشک پرتاب کنه یک امتیاز بارداشت و تمام میشه و صادق گودرزی دلاوری از خطه ایران عزیز به فینال را پیدا میکنه. اما با ارزش به یادماندنی و فراموش نشدنیه. گودرزی تو فینال به مساف جردن باروز رفت. داوره تو کشتی گیره سرشا کارو دنبال میکنن جانم بروز کشتی گیره پرقرت سیاه پوست کانادا رو چیشه کسا در بازی گیره اقدام میکنه در ضد حمله میگه که بیمست اینکه جدا میشه حملات خودشو به اجرا میذاره. سال گذشته دو بار موفق شده کشتی گیره ما رو شکست بده که در مسابقات فینال مسابقات جهانی سال گذشته در استانبول و یکی در جام جهانی آذربایجان همچنان سعی میکنه که زیرگیره خودشو به اجرا برسه. صادق بکشه برای سه میگیره این کشتی میگیره با جدا نشه از این دقیقاً آقای ساندرسون هم پیک آتن ببینید اینجا چگونه بالاخره یه زیر دو همه در مکسیکو سیتی رسول خادم در برای زیر اقدام میکنه از مچ پاک نموفقه رسول خادم در آتلانتا باز هم برای زیر اقدام میکنه یک بار دیگه نموفقه و نمیتونه به گرفت و موفق شد به این شکل بار اول نتونست به پا برسه در بار دوم حمله رو آغاز کرد میبینید که به این شکل بالاخره مجبور کرد صادق گودرزی تا کار دنبال میشه جانم بروس باز هم سعی میکنه زیرهای خودش رو به اجرا بذاره یک بار دیگه برای زیرگام به همون سبک سیاه با همون سبک سیاه در 10 ثانیه به پایان 5 ثانیه فاصله بیشتر نمونده یک بار دیگه صادق برای زیرگی اقدام میکنه بروس اجرای کار به اون نمیده و وقت به اتمام میرسه در نهایت روی سکو میره 4 ساله که صادق داره روی سکو میره. صادق تو دو تایم با نتیجه 1-0 شکست خورد و نقره ای شد. جردن باروز گفت صادق گودرزی یکی از بهترین رقیبان من تو وزن 74 کیلوگرم جهان. آرزوی بچگی. صادق گفت وقتی سرود تیم ملی تو تلویزیون پخش می شد دستامو بلند می کردم و می گفتم صادق گودرزی قهرمان المپیک شده. و از همون کودکی آرزو داشتم که قهرمان المپیک بشم. گودرزی به دلیل مشاهده وجود یک زائده کنار نخا مجبور شد خداحافظی تلخی از دنیای کشتی تو سن 25 سالگی داشته باشه. 2013 در مسابقه جام جهانی تهران آخرین مسابقه هم بود و خب حالا حکمت الهی در این بود که حالا یه آسیب دیگه برام به وجود از نای نخای گردنی و مجبور شدم خیلی زود دنیای قهرمانی رو رها کنیم و مسیر دیگه برای زندگی انتخاب کنیم. یعنی در سن 23-24 سالگی شما تازه خیلی از قهرمانان در این سن میان شکوفا میشن. اما صادق گودرزی ما در آغاز در واقع شکوفایی خیلی ها در واقع با کشتی وداع میکنه. صادق گودرزی میتوانست یکی از مفاخر بزرگ کشتی ما
در دنیای کشتی باشه. او میتوانست تا سن 31 دو سالگی همچنان افتخار آفرین باشه در عرصه‌های جهانی، ولی افسوس که آسیب دیدگی نخاع گردنی باعث شد که صادق از دنیای قهرمانی خداحافظی بکنه. الان توی باشگاه خودم هستم، مشغول فعالیت و بحث سازندگی کشتی به نوجوانان و جوانان تهرانی هستم. با توجه به شرایط کاریم در تهران زندگی میکنم. به هر حال ما یه عرق و دینی هم نسبت به بچه محلمون، بچه ملایق هستم و استان خودم همدان دارم و هر موقع هر از گاهی این فرصت برام پیش میاد حتما در کنار بچه ها و جوانای اون شهر هستم. الان که من نزدیک شدم، سرم نزدیک شد به حریف، حالا فضا ایجاد شد میخوام بگیرم. این تو گامیه، من گامم که برداشتم پایین تر از حریف ها، اونو دقت کن، سینم بالا نیست، سرم پایین نیست، بدنم پایین تر از حریف، پایین تر از حریف پایین. بعد دستم که میرسه به پای حریف، انگشت دستم میرسه به پای حریف، رسیدم پای دوم، پای دوم سینه حریف. نظر شما راجب صادق گودرزی، کشتی‌گیری که هر مسابقه‌ای رفت و با مدال برگشت، چیه؟